با دو خبر از سایر نقاط جهان اخبار این ساعت را به پایان میبریم. با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی، خانم میشل باشله برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور شیلی برگزیده شد. خانم میشل باشله که از سال 2006 تا 2010 میلادی رئیس جمهور شیلی بود، با کسب 62% آرا رقیب خود اولین ماتای، رقیب محافظه‌کار، خود را شکست داد. به دنبال این پیروزی، رئیس جمهور جدید شیلی و اکثریت جدید اتحاد چپ در شیلی این فرصت را خواهند داشت تا قانون اساسی بجا مانده از زمان دیکتاتوری پینوشه و نیز نابرابری‌های اجتماعی را اصلاح کنند. خانم میشل باشله یک پزشک اطفال است که در زمان حکومت نظامی پینوشه در شیلی شکنجه و زندانی شده و برای سالیان در تبعید به سر برده بود. پدر خانم باشله یک ژنرال ارتش و مشاور انتخاباتی سالوادور آلنده رئیس جمهور فقید شیلی بود. به دنبال کودتا در شیلی بعدها این ژنرال نیروی هوایی در یک مدرسه نظامی زندانی و در زیر شکنجه کشته شد. فرماندهی این مدرسه نظامی با پدر خانم اولین ماتای رقیب انتخاباتی میشل باشله بود. خانم باشله در سال 2000 به وزارت بهداشت و در سال 2004 پست وزارت دفاع در دولت وقت شیلی را بر عهده داشت و در حال حاضر از محبوبیت زیادی به خصوص در بین زنان شیلی برخوردار است. به دنبال اعدام فرد شماره 2 کره شمالی توسط حکومت این کشور و به حالت آماده باش در آمدن نیروهای نظامی کره شمالی، وزیر خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح اتمی کره شمالی شد. جان کری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC هنگام سفر به ویتنام گفت این پاکسازی علامتی است از بی‌ثباتی کره شمالی که خطرناک است. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که این حادثه نشان می‌دهد که چین و روسیه و ژاپن و کره جنوبی و آمریکا باید به فوریت برای خلع سلاح اتمی کره شمالی گرد هم بیایند.